خبر خوبی که دارم آقای افشینجم در مورد نتیجه‌ای که در پارلمان انگلیس گرفته شد در رابطه با تروریست خوندن سپاه پاسداران. تمام نمایندگان مجلس همه اونها در واقع از تروریستی خوندن سپاه پاسداران حمایت کردند و یکی از مسئولین وزارت امور خارجه که اونجا بود گفتش که این بسیار مهم هست، ولی خب میدونیم که دولت بریتانیا ممکنه قبول نکنه، چون وقتی که نمایندگان تصمیم میگیرند این حق محفوظ میمونه برای دولت بریتانیا که اونا هم تصمیم بگیرن. ولی این مسئول وزارت امور خارجه طوری صحبت کردش که به احتمال خیلی زیاد دولت هم قبول خواهد کرد، و این به نظر من خبر خیلی خوبی بود، به دلیل اینکه دولت بریتانیا مماشات زیادی با جمهوری اسلامی داشته، مورد اعتراض ما ایرانیان به خصوص در لندن و در بریتانیا بوده و هست، و یکی از شعارهایی که در اعتراضات ما همیشه داشتیم و تا همین 8 ژانویه هم که به مناسبت یاد بوده جان باختگان هواپیمای اوکراینی، باز هم ما از دولت بریتانیا خواستیم که از مماشاتشون با جمهوری اسلامی دست بردارن، و به نظرم این یک موفقیت هست هم برای ما هم برای مردم ایران. این اولین خبر مهم بود. خبر دیگه که داشتم در مورد دادگاه حمید نوری بود، دادگاه تجدید نظر. البته خب میدونید وکیلش رو عوض کرده، قاضی دادگاه خب عوض کسی دیگه ای هست، و حمید نوری دیروز که وارد دادگاه شد به شبیه هنرپیشه ها شروع کرد به نقش بازی کردن، و اینکه هم قربانیه و هم اینکه میخواست در واقع قدرتی نشون بده، تسلطی پیدا بکنه به اون جوی که در اونجا وجود داشت، و اجازه خواست که صحبت بکنه، بهش اجازه داده شد در حالی که این خیلی مرسوم نیست، و شروع کرد به این که من چشمم نمیبینه، عینک ندارم، 4 تا عینک دستش بود نشون میداد، نمیدونم کسی پیش من نیست، یک آفریقایی بوده، با یک حالت توهین‌آمیزی نسبت به اون آفریقایی صحبت کرد. خلاصه میگفتش که 3 سال خیلی اذیت شده، و زمانی که اون داشت از اون عینک صحبت میکرد من به این فکر کردم که چجور دولتی شما دارین که چشم بچه های ما رو کور میکنه، ساچمه میزنه و چشم این بچه ها رو کور میکنه، و شما که عینک نداری این همه داد و بیداد را میندازی و اعتراض میکنی. به هر حال خیلی چیز کرد، قاضی 3 بار بهش تذکر داد و آخرش این رو از اتاق انداختن بیرون، بردن گذاشتن یه اتاق دیگه ای و فقط صدا را میشنید. با توجه به این که من گوش دادم به دادگاه، با توجه به با دوستان دیگه صحبت کردم، به نظرشون میرسه همونطوری که در دادگاه قبلی ایشون به حبس ابد محکوم شده، نتیجه این دادگاه هم همین خواهد شد، و به خصوص شرایط امروز ایران هیچ کمکی به تخفیف مجازات حمید نوری نخواهد داد. سومین خبری که میخواستم براتون بگم در مورد راهپیمایی ایرانیان از سراسر اروپا به استراسبورگ در فرانسه است. 16 ژانویه قرار اتحادیه اروپا در مورد تروریست خواندن سپاه پاسداران تصمیم بگیره. البته 3 روز طول میکشه، بعد از اون نتیجه رو اعلام میکنن، ولی همه تصمیم گرفتن که اونجا برن و فریادشون رو اونجا بزنن، که به نظر من این راهپیمایی 16 ژانویه خیلی خیلی میتونه مهم باشه. و خبر دیگه در مورد اگر کاری که امروز بریتانیا کرد در مورد تروریست خوندن سپاه پاسداران، و اگر در اتحادیه اروپا هم این تصویب بشه و حمید نوری هم به حبس ابد یعنی تصویب بشه که درسته در دادگاه تجدید نظر، ما باید امیدوار باشیم که در دادگاه بین‌المللی لاهه جمهوری اسلامی محکوم بشه و به خاطر خانواده های بازماندگان پرواز هواپیمای اوکراینی. و خبر آخر در مورد دفتر شارلی ابدو بود که میدونید که ایرانی ها امروز در پاریس دفتر اونجا رو گلباران کردن و ازشون تشکر کردن بابت کاریکاتوری که در مورد آخوندا کشیده بودن.